بله، داستان بسیار هست. امروز آورده بودم خدمت شما علی، نوشته علی شریعتی. این از اون آدمایی بود که سن از مملکت ما رو به گمراهی انداختن. مشروعیت این اسلام عزیز چندین دهه بود در ایران خوش شده بود. اینا آمدن آدمای مثل این هر سبت که باز چادر کردن سر دخترها و این داستانای مهمل رو چرب و شیرین به جوان به خورد جوانان، همش هم مقالطه و دروغه، همش دروغه. من به شما نشون دادم، نشون هم میدم بیشتر که همینا دروغ. حالا از شبت که بریم سراغ قضایا. بله، چه مغزی بوده این آقا، واقعا مایه افتخار عوض نیست براش. هر شبت که بولوار رو اینها ساختن. بله، خب من یه تیکایی پیدا میکنم، علی بنیانگذار وحدت و از اینجور داستان ها، هر جشه بگیری فرق نمیکنه دیگه، پر مغلطه است. میگوید که یک نوع شیعه صفوی و یک نوع شیعه علوی، اینا مغالطات این آقا ساخت. آقا اگر شیعه به درد این مملکت خورده، شیعه صفوی بوده، مرد حسابی. تنها زمانی که شیعه به درد این مملکت خورده، شیعه صفوی بوده. شیعه علوی چه صیغه‌ای بود؟ یک مش گدای فرومایه که عرض میکنم میخواستن زیر از ستم نمیدونم بیرون بیان، چسبیده بودن به حاکم معزول که علی باشه. کسی هم علی رو دوست نداشت، دوست داشت. علی در کل عرب 3-4 تا رفیق داشته. شیعه صفوی بود این مملکت رو نجات داد. در اون به قول امروزی ها برهه تاریخ یا اون مقطع، تنها بازسازی روحیه ملی با این شیعه صفوی بود که به وجود آمد و مردم ایران، کشور ایران بعد از 1000 سال از زیر خاکستر بیرون آمد و باز کشور شد، به قوت همین شیعه صفوی بود، مبتنی بر فرهنگ ایران باستان و ایرانیگر و ایرانیت و شاهنامه و اینها. حالا با این کلیشه گویان شاگردان نگاه میگه اون شیعه علوی بود، است شیعه صفوی. خب یک نوع شیعه صفوی، خب این چیزا رو نمیدونست. این هم دکتره اونیورسیته داشت از همونجا، از همین جورا که این آقا میده، از همین دکترها داشت گویا. و یک نوع شیعه علوی هست که اصول فروعش را گفتم در بحث وحدت و تفرقه اسلام. یک شیعه دیگری هم هست، یکی تشیع علوی است که تشیع وحدت هست، و یکی تشیع ابو سفیانی است. تشیع ابو سفیانی وقتی که حکومت از علی قصد می شود و علی خانه نشین می شود، چه قصد شد آقا؟ این آقا چی کاره بود که چیزی ازش قصد بشه؟ بابا جان کاره نبود این مرد، مولا علی کاره نبود، رفیقم نداشت، پشتیبانم نداشت. شما در طول تاریخ اسلام از ابتدا که ابوبکر صدیق نخستین آدم بوده است که رفته مسلمان شده، و طبری میگوید علی بچه بود، وقتی گفت این کار چیه میکنی؟ گفت من دارم نماز میخونم. گفت نماز؟ گفت یه دین جدید قبولتون. گفت باید برم از پدرم اجازه بگیره. از اون روزگار تا روزگاری که جانشین محمد شده، شما یه پیدا نمیکنید که ابوبکر سر کسی رو بریده باشه، آدم کشی کرده باشه. پیدا کنی به من نشون بدی. حالا بگذاریم خلیفه که شد قتل عام ها کرد از عرب در موضوع اهل رده و اینها، اما علی قربانش برم از دم سر میبرید. خب موضوع نفرت قبایل بود. خودش میگفت من قتال العرب هستم و جلاد قبیله هستم، همچی کسی به رجش ره نمیده که. خب وقتی که علی از حکومت قصد میشود و علی خانه نشین میشود، ابو سفیان خودش را به علی و خانواده علی و خانه علی میرسن، میگوید چه نشسته اید ای ذلیل ها؟ به عباس و علی رو میکند. اینجا شما نشسته اید و شلاق میخورید، قدرتتان حکومتتان را از دستتان میروباین و دم نمیزنید. ای ستم کشهای ذلیل، دستت را به من بده تا با تو بیعت کنم. این دستت را به من بده با تو بیعت کنم، درسته بقیش دروغه تا اونجا که ما فهمیدیم. و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق حق تو و شکستن مخالف تو، مدینه را از سواره و پیاده پر کنم. حالا نمیگه کجا این رو گفت. این سخن هیچ در موضوع ابوبکر مطرح نشده. این سخن در موضوع
در واقع خلافت عثمان است که طبری گزارش کرده دستت رابطه با تو دارد. بعد علی میگوید که هیچ کس ستم را نمیپذیرد مگر خر قبیله که هر چیز را هی بارش میکنن و میخ که هی تو سرش میزنن و هیچ کس برایش مرثیه نمیخواند. بعد رو میکند به ابو سفیان: ای ابو سفیان، چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد، برو، من به سوار و پیاده تو نیازی ندارم. در برابر ابو سفیان در داخل و سزارها و خسروها در خارج است که علی این سکوت رنجاور شکنجه‌آمیز 25 ساله تحمل میکند تا اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخل و خارجی بماند. داره استنتاج این آقا رو نگاه کن، علی کاری نمیتونست بکن. در موضوع ابوبکر که آمدن اعراب، شیوخ عرب از انصار و مهاجرین آمدن به ابو سفیان بیعت کرد، به ابوبکر، به جهت اینکه پیغمبر اسلام در حال نزع، در حال بیماری، هی میگفت به این ابوبکر بگیم پیش نمازی کنه مسلمین را. موقعی هم که فرار کرده ابوبکر رو با خودش برده، علی رو گذاشته، دوستش بوده، یار غار. بنابراین کسانی که علی کاری درست بکنه، حرفی نداشت بزنه. دو سه تا رفیق هم داشت که گفتن ای کاش این خلیفه شده بود، یکی این سلمان خائن بوده، یکی عمار یاسر بوده، یکی دو نفر دیگه هم بودن. همه یاران علی رو مورخین شیعه هم از 6-7 نفر بیشتر نتونستن گزارش بکنن که اونا دلشون می‌خواست این حاکم بشه، چون مدیریت نداشت این علی، هر جا میرفت آشوب به پا می‌کرد. بعدش هم که ابوبکر که مرده، عمر رو جانشین کرده، یعنی ابوبکر این کاری کرده و رأی زعمای عرب رو نخواسته. مطمئناً رأی می‌گرفتن، علی هیچ رأی نمی‌آورد. بعد از اون هم باز علی نمیتونست کاری بکنه، چون عمر مردی بود که وقتی همه شنیدن عمر کاری، کسی مخالف پیدا نکرد. عمر که به زهد و ایمانش میگن که هیچ کس نیامده، حالا بمانه. بعدش هم که عمر اون شورای 6 نفری رو چیز کرد، گفت هر کس هم مخالفت کرد بکشین او رو. وقتی که عثمان به خلافت منصوب شد در اون مسجد، علی روگردان شد که بره بیرون، نمیخواست دست بده. گفتن علی فراموش نکن، خلیفه دستور داده هر کس انتخاب شد و اون کسی که مخالف هست اینا، اون رو فوری بکشن. برگشت دست داد و السلام علیکم و رحمت الله، بیعت میکنم با تای عثمان فلا. گذشته از این علی شیفته اینا بود، بابا 3 پسر داشته. البته علی 17-18 پسر داشت، ماشاءالله 33 بچه درست کرده بود، اما 3 تا از پسراش عثمان و ابوبکر و عمر، اینا بچه های علی بودن، پسران خوب علی، به خصوص عمر، عمر ابن علی. آخوند شیعه که هرگز اینا رو نمیگه که عمر در واقع کربلا نبود و 85 سال عمر یافت به قول طبری. اون دوتای دیگه جز شهدای کربلا هستن، اما آخوندهای شیعه اسمشون نمیارن، چون نمیشه برای ابوبکر گریه کرد که بود بوبکر اندر سبزوار یا کلوخ خشک اندر جوندار. سبزوار تشریف ببرین، اسم آدم ها: علی، حسن، حسین، علی، حسن، حسین، حسین، علی، علی، حسن، حسین، علی، حسن، حسین، حسین، علی، حسن، حسین. اینه که مولانا ولی داستانی ساخته که خوارزمشاه سبزوار گرفت، خوبت میگرفت، جانهاشون هم در اختیار این بود. میگوید که من شما رو نمیکشم، فقط یه ابوبکر نامی من، شما مسلمان مگه نیست، یه ابوبکر نامی من نشون بدید. هرچی گشتم پیدا نکرد جز یه رهگذری که در یه خرابه افتاده بود. نمیشه برای ابوبکر، نمیشه گریه کرد که ابوبکر رو جز شهدا بذاریم برای ابوبکر گریه کنیم، نمیشه که. مخالف چیز شاخون سوره به این چندون، این دو اسم این دو نفر رو خط زدن از شهدا، بچهای علی کنار عباس و حسین یا جنگیدن مردن، مهم نبوده. خیلی خوب، پس داره دروغ میگه، مرحوم شریعتی دروغ میگه اینجا. خب میگوید اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخلی و خارجی بماند. این است که من معتقدم که اسلام ماندن خودش را کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت او و تحمل اوست. بله 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 آقا، نه خیر، همینجوری که میفرمایید. خب مرد حسابی، این چه مزخرفی است میگی؟ اسلام مدیون عمر، بابا، از این جهت که این عمر توانست اونقدر مدیریت جنگی داشت که بتونه بیاد این سرزمینی مثل ایران رو تصرف بکنه، که این ایران زمین این ایده بهیمی بیابانی رو رنگ و روغن بزنه، تلطیفش بکنه، بشه تحملش کرد. بهیمی بود دیگه اسلام، وحشی.
با سکوتش توانست چیکار بکنه؟ مهملات ببینید تو رو خدا. اما سکوت او در کار ماندن اسلام بزرگترین نقش را داشته است. او بنیانگذار حفظ اختلافات اعتقادی خودمان است در برابر مخالف داخلی. من معنی اینا رو نمیفهمم، شما با ما تفسیر کنید. و وحدت خودمان و نیروهای اجتماعی خودمان است در برابر دشمن خود. تشیع علی نه تشیع تفرقه است که تشیع وحدت است. اینا چه من معنیش واقعا من نمیفهمم چه معنی میده، به لحاظ تاریخی چه ارزشی داره من نمیفهمم. و نه هم یک تشدد غیر علمی بی منطق سازشکارانه که بشود به خاطر مساله سیاسی یا مساله اجتماعی مبانی عقلی و فکری را به کلی نادیده گرفت. متاسفانه امروز میبینیم همونطور که جناب آقای بلاغی راجع به صهیونیست گفتن، از وقتی اینجا ارشاد ندای مخالفت با صهیونیست و جنایات او علیه مسلمین مطرح شد، بعد از همه طرف تیرهای اتهام به طرفش سرازیر شد. از وقتی هم که مسئله وحدت بین مسلمین، نه وحدت بین تشیع و سنی، تشیع و سنی و تشیع و تسنن واسه باشه قاعدتا، در برابر صهیونیست، در برابر استعمار از طرف همین منی که بیش از هر کسی درباره مبانی تشیع صحبت کردن و نوشتن مطرح شد، به یک شدتی حساسیتشون داده شد که برای من باور کردنی نبود. یک چیز را در اسلام شناسی نبخشیدن، این چه جرمی است؟ پیغمبر در مرض مرگش افتاده، ببینیم مسائل به کجاها سرباز میکنند. مسائل ظاهرا مذهبی است، ظاهرا علمی است و ظاهرا انتقاد است. یک کمی حالش بهتر میشه و ظهر شده، چند روز نتوانسته به نماز بره. و ابوبکر مثل روزهای پیشین، مثل روزهای بعد، آخر یک روز که نبوده، نماز میخوانده، پرده را بالا میزند. و از اینکه جمله این است، درست دقت کنید که این همه حساسیت و عصبانیت و شدت فوش برای چیست که یک مسلمان این همه باید از وحدت مسلمان ها وحشت کند؟ خب اینا رو پرداخته به چیزهایی که در ارتباط با خودش بوده. میگوید که بنابراین علی مظهر وحدت است. مظهر کدام وحدت؟ وحدتی که با تحمل همه رنج و با همه شکنجه و دیدن همه رندی ها و نامردمی ها و خیانت نزدیکان و دوستان و همرزمان سابق میکنه. حتی عثمان کار را به جای میرساند که مروان که پیغمبر تعبیرش کرده بوده است، حالا نخست وزیرش شده. بعد ابوذر را تبعید میکند و بعد علی از ابوذر نه او را پشتیبانیش کرده و نه برای او شمشیر که بدرقه میکند. مروان میآید. اتفاقا ابوذر غفاری از کسانی بود که سرفسران علی بود. من نمیدونم اینا کجا آورده. مقداد و ابوذر و سلمان، اینا سه کسی بودن که معتقد بودن به خلافت علی. و این عبارت پارسی دری از قدیم ترین عبارات پارسی است، منتسب به سلمان است که وقتی ابوبکر انتخاب کردن گفت کردید و نکردید، کردید و نکردید، یعنی کار رو انجام دادید اما کاری که میبایست نکردید. این نظر سلمان بوده، یعنی واسه علی رو به خلافت. حالا بعد میگوید که این درس ها همیشه هست و هر کس و هر نهضتی و هر فکری گرفتار چنین خصوصیت. از طرف دیگر علارغم همه این تحمل بزرگ و این همکاری در بسیاری موارد و ملایمت در برابر قاصر و مخالف خودش، ما خیال میکنیم که این علی مثلا با عمر و عثمان اینا دائم در مخالفت بوده و جدال و نفر. بابا اینا رفیق هم بودن، اینا یاران رسول بودن، اینا رفقا بودن، اینا زن دختر این زن او بود، خواهر اون زن این بود، مثل آخوندهای امروز. این چیزهایی که آخوندهای شیعه یک عمر این زباله هایی که در فکر ما فرو بردن، اینها رو باید یه دریچه باز کنیم بریزیم بیرون. آقا از ابتدا بسازیم ببینیم چه جایی بوده حقایق. همش لاطائله، هیچ ارزش علمی و هیچ ارزش تاریخی نداره این کار جز برانگیختن احساسات عوام و مبتدیان و مبتدیان، بچه هایی که در واقع هیچ جایی هیچ وسیلهی برای اظهار عقیدهی نداشتن در روزگار شاه. و اون خفقان سنگین که بر ملت ایران حاکم شده بود و منجر شد به این داستان، این هم یه بساطی بود جمع کرده بود، در واقع از درویه کلاگذار بود. ایشون به آخونده میگو من دارم اسلام گسترش میدم، به اینا میگو من دارم با آخونده مبارزه میکنم. اونا هم گمان میکردن، ساواک بدبخت بیشعور گمان میکرد که این داره مادرنیته میاره، در حالی که داشت حرف آخونده رو به یک زبان دیگری میزد. آقای علی شریعتی مرحوم کاراش همه هست جز تزریق نفرت و کینه، چیز از حرفاش در نمیاد. کار حرف حساب شما چیه؟ مثلا چی میخوای بگی؟
در واقع مثل این است که این یک افریتی را آورده بود و بزک کرده بود، میخواست یک دلبر هوشربا به جوانان ایران تحویل بدهد. همین افریت همین داستان امامت و جمهوری اسلامی و این داستان ها بود. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم.